هیچ ایرانی نیست که در مورد جزایر سگانه و بحرین اطلاعاتی نداشته باشه. همه ما جسته گریخته یه سری چیزها میدونیم، حالا یا کامله یا ناقصه یا سلکت شده این اطلاعات رو بهمون دادن و بر اساس اونا همیشه یه سری قضاوت ها داریم در مورد همسایه هامون، قدرت های جهانی، پادشاه قبلی و حکومت فعلی. یک گروه هستن که همیشه پادشاه ایران رو محکوم میکنن به خاطر اینکه اجازه داد بحرین از ایران جدا بشه، به صورت رسمی البته، غیر رسمی که قبلا جدا شده بود، و همیشه میگن مثلا جمهوری اسلامی تا الان حتی یک وجب از خاک خودش رو نداده بره، ولی مثلا پادشاه پهلوی به راحتی بحرین رو داد رفت، عروس کرد، از اینجور اصطلاحا به کار میبرن. توی این ویدیو میخوایم با هم بررسی بکنیم تا ببینیم واقعا حق با کیه و چه کسی بیشتر از منافع ملی ایران دفاع کرده. مفصل در مورد ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و حتی جزایری که شاید احتمالاً تا الان اسمش رو نشنیده باشید حرف میزنیم و یکی دوتا ماجرا هم براتون تعریف میکنم که مطمئنم نشنیدید، از اشغال جزیره عربستان توسط ارتش محمد رضا شاه و چند تا ماجرای جذاب دیگه که بهتون قول میدم اگر تا آخر این ویدیو همراه من باشید حتما سورپرایز میشید. سلام، من الیاس فرخم، اینجا پرشین ترنده و با یک ویدیو جذاب و احتمالاً جنجالی دیگه در خدمتتون هستم. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع بکنیم ازتون خواهش میکنم همین اول کار ویدیو رو لایک کنید، چون ممکنه تا آخر ویدیو فراموش کنید انقدر که محو محتوای جذاب میشید. و ازتون خواهش میکنم اگر اینستاگرام دارید یا توییتر دارید حتما پیج اینستاگرام و اکانت توییتر ما رو هم فالو کنید، اونجا هم میتونیم با هم مستقیم صحبت کنیم. هم محتوای جذابی مخصوصا برای توییتر داریم آماده میکنیم و احتمالا اونجا هم سورپرایز بشید. بریم سراغ اصل ویدیو. جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی. کشمکش تاریخی بین ایران و امارات همیشه بر سر این جزایر وجود داشته. در حال حاضر این جزایر تحت تسلط ایرانه و اون رو بخش لاینفک خاک خودش میدونه و در هیچ حالتی جمهوری اسلامی حاضر به معامله بر سر اون نیست. روی کاغذ این جزایر الان بخشی از استان هرمزگانه، اما امارات تنب بزرگ و تنب کوچک رو بخشی از امارت رأس‌الخیمه و ابو موسی رو بخشی از امارت شارقه میدونه. ابو موسی حدود 75 کیلومتر با امارات فاصله داره، اما ایران توی اون یک فرودگاه ساخته تا بتونه با بندر عباس ارتباط مستقیم برقرار کنه و جدیداً هم طرح‌های اعلام شده که ایرانی‌ها رو به سکونت در این جزیره تشویق می‌کنن، طرح‌هایی مثل زمین رایگان یا تسهیلات برای زندگی در این جزیره. همچنین ایران در تنب بزرگ هم که نسبتاً به خاکش نزدیکه در سال 2022 یک فرودگاه تأسیس کرد که این جزیره رو به تهران متصل کنه و با این کار دوباره آتش اختلافات بین اعراب و ایران بر سر جزایر دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. از لحاظ ژئوپلیتیک اهمیت اونها رو برای ایران خیلی خیلی مهمتر می‌کنه. در واقع تسلط روی این جزایر امنیت ملی ایران رو حفظ می‌کنه. ایرانیا خلیج فارس رو یه جورایی متعلق به خودشون میدونن و همیشه دوست داشتن اون رو کنترل کنن. البته در سالهای اخیر آمریکا تبدیل به یک تهدید جدی علیه ایران در قلب خلیج فارس شده، مخصوصا بعد از اینکه آمریکا پایگاه‌های نظامی خودش رو در عمان، امارات، عربستان، قطر، بحرین، کویت و حتی عراق تأسیس کرد، یعنی تقریبا در تمام کشورهای خلیج فارس. آمریکایی‌ها اعتقاد دارن حضورشون در این منطقه برای تأمین امنیت عرضه نفت و جلوگیری از اعمال سلطه ایران خیلی ضروری هست. در طرف مقابل ایران هم جزیره ابو موسی رو خط اول دفاعی خودش در مقابل پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس میدونه و نیروی دریایی سپاه در این جزیره
پایگاه‌هایی داره تا در مقابل رویارویی احتمالی با پایگاه‌های آمریکایی آماده باشن. این روزها هم با وجود اومدن دو ناو هواپیمابر آمریکایی و وجود F-35 ها در نزدیکی مرزهای ایران، احتمال این درگیری رو بالاتر هم میبره. جنگی که اگر اتفاق بیفته قطعا پای تمام کشورهای عربی به اون باز میشه. نکته ای که اهمیت این سه جزیره رو بیشتر میکنه تنگه هرمز هست. این تنگه یکی از مهمترین آبراهای جهانه. روزانه حدود 40% از نفت جهان از این تنگه میگذره و کشورهای خلیج فارس برای صادرات 90% از نفت خودشون به اینجا وابسته هستن. کشوری که روی این سه جزیره تسلط داشته باشه صاحب یک موقعیت ژئوپلیتیک نسبت به بقیه کشورهای منطقه است. مالک این جزایر در اصل میتونه ژاندارم خلیج فارس باشه و مسیر حرکت دریانوردی رو کنترل کنه. در آگست سال 2023 ایران یک رزمایش نظامی رو در جزیره ابو موسا برگزار کرد که در اون از موشک بالستیک و پهباد و ناوهای مجهز به موشک با برد 600 کیلومتر استفاده کرد. هدف اصلی این رزمایش هم ارسال این پیام به آمریکا بود که آبهای خلیج فارس متعلق به ایرانه و ایران از حق حاکمیت خودش بر روی این سه جزیره دفاع میکنه. تا اینجای کار متوجه شدیم که ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک چه موقعیت استراتژیکی دارن و چرا اینقدر بر سر اینها مناقشه است و همه دوست دارن کنترل اونها رو به دست بیارن. اما خلیج فارس جزایر مسکونی و غیر مسکونی خیلی زیادی داره، خیلی زیادتر از اون چیزی که فکر کنیم. احتمالا ما چند تا از جزایر مشهورترش رو شنیدیم و خیلی از جزایر رو شاید اصلا اسمش هم به گوشتون نخورده باشه. جزایری که بعضیاش به خاطر جزرومت و کوچک بودنشون قابل سکونت نیستن ولی استفاده های دیگه ای دارن. نکته ای که باید بدونید بجز این سه جزیره که امارات روی اونها بحث داره و تحت کنترل ایرانه، دو تا جزیره دیگه هست که ایران خودش رو مالک اون جزایر میدونه و از لحاظ تاریخی هم واقعا مالک اون جزایر ایرانه، ولی الان تحت اشغال اماراته و امارات هم به هیچ وجه به ایران تحویل نمیده. جزیره آریایی و جزیره زرکوه. البته که اگر ایران این جزایر رو میخواد باید از راه قانونی اقدام بکنه و از طریق سازمان ملل شکایت کنه و روند حقوقیش رو پیش بگیره و اینجوری نیست که مثلا شروع کنید به موشک باران اون جزایر و اون رو بگیرید. ولی اون دوستان ارزشی که میگن مثلا پادشاه قبلی ایران خیلی بی عرضه بوده و جزایر رو میداده میرفته، نظرشون در مورد این دو جزیره رو خیلی دوست دارم بشنوم و بدونم چرا الان جمهوری اسلامی توی این 40 سال نرفته اون جزایر رو بگیره. بازم تاکید میکنم جمهوری اسلامی کار درستی داره انجام میده که حمله نمیکنه و راه قانونی رو پیش گرفته، ولی بعضیا نظر دیگه ای دارن در موارد مشابه. از این تناقض احیانا جاییتون درد نمیگیره؟ اما بریم سراغ ماجرای بحرین. این اتفاق انقدر بزرگه و انقدر حاشیه‌های متعددی از لحاظ تاریخی داره که اگر بخوایم کامل بررسیش کنیم بعد بریم به زمان مثلا هخامنشیان و قبل از هخامنشیان و ببینیم مثلا این جزیره چی شده که مال ایران شده، چطوری دست به دست شده و در نهایت چی شده که به پادشاهی پهلوی رسیده و اون اتفاقات افتاده براش. پس بهتون قول میدم توی ویدئوی مفصل که احتمالا حدود نیم ساعت تا یه ساعت طول بکشه کامل در مورد این قضیه باهاتون صحبت میکنم. اما الان اگه بخوام خیلی سریع بگم، به نظر من پادشاه ایران کار درستی کرد. ببینید بحرین مدت‌ها بود که از ایران جدا شده بود و انگلیسی‌ها و پرتغالی‌ها جدا کرده بودن و به شیخ شارجه داده بودنش و حالا یه قراردادهایی با هم دیگه داشتن. پس اینجوری نبود که تحت کنترل ایران باشه و یک پادشاهی بیاد امضا کنه و اون رو ببخشه به یک کس دیگه. بحرین تحت کنترل یک قدرت دیگه‌ای بوده و ایران هیچ کنترلی روی خلیج فارس و بحرین و حتی بقیه جزایرش هم نداشته. اگر پادشاه ایران می‌خواست بحرین رو بگیره باید به زور میگرفت و چرا به زور بهش نمیدادن؟ به خاطر اینکه پای ایران به سایت جنوبی خلیج فارس باز میشد و این اتفاقی بود که عرب ها و انگلیسی ها از اون وحشت داشتن. اگر ما اون طرف خلیج فارس میبودیم مزاحمت های خیلی بیشتری میتونستیم برای عربستان و بقیه کشورهای عربی به وجود بیاریم. پس مطمئن باشید اینکه بحرین از ایران جدا بشه خط قرمز انگلیسی ها بود و ازش کوتاه هم نمیومدن. اگر پادشاه ایران احساس میکرد که اون رو میخواد بگیره باید بهش حمله میکرد. حالا شما فکر کنید ایران که تازه داره توسعه پیدا میکنه هنوز قدرت نظامیش
به اون حد نرسیده که به یک ابرقدرتی مثل بریتانیا حمله بکنه، واقعا این کار عقلانی بود که گزینه نظامی رو انتخاب کنه. فراموش نکنیم همین چند سال پیش صدام وقتی که به سرش زد با گزینه نظامی کویت رو اشغال بکنه چه بلایی سرش اومد. یا اصلا نمونه خیلی واضح تری، الان تایوان و چین، چینی‌ها تایوان رو مال خودشون میدونن و یک قدرت جهانی مثل آمریکا پشت سر تایوانه و چین با اون عظمتش، با اون همه ادعاش نمیتونه تایوان رو بگیره. حالا اینکه بعضیا اعتقاد دارن نه شاه باید میرفته و حمله میکرده، یا اطلاعات کمی دارن یا خیلی رویایی دارن فکر میکنن. البته که منم واقعا دوست داشتم که بحرین همچنان مال ایران میبود، به خاطر اینکه منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خیلی زیادی برای ما داشت. ولی خب دنیای واقعی دنیای زور و قدرت و جنگیدن دیگه. شما نمیتونید هر چیزی که دوست دارید رو به دست بیارید، بعد بهترین چیزی که میتونید رو با توجه به توان خودتون به دست بیارید. حالا محمد رضا شاه پهلوی یک قمار میکنه، یعنی روغن ریخته رو نذر امامزاده میکنه. چطوری؟ میگه اوکی بحرین مال شما، اونم نه حالا مستقیم که من امضا بدم بحرین مال شما، بدید رفراندوم انجام بدید، که قطعا میدونیم اون رفراندوم یه چیز فرمالیته بوده و همه میدونستن که ماجراش چیه. صرفا اون کار رو انجام دادن که احتمالا نام پادشاه ایران توی تاریخ بد در نره. حالا محمد رضا شاه با انگلیسی ها یک معامله میکنه، بحرین مال شما، به جاش من این سه تا جزیره، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی رو میخوام و اونها رو میگیرم. انگلیسی ها این معامله رو قبول میکنن. نشون به اون نشون زمانی که پادشاه ایران به این سه تا جزیره حمله میکنه هیچ ناو انگلیسی در اون اطراف وجود نداشته، به خاطر اینکه انگلیسی ها به شیخ های عرب تعهد داده بودن که در برابر هر حمله ای از اونها دفاع کنن. ولی وقتی که اونجا نباشن خب دفاعی هم وجود نداشته دیگه. با یک حرکت هوشمندانه خالی کردن صحنه، هم اعراب رو نگه داشتن و زیر قراردادشون نزدن، هم با پادشاه ایران معاملهشون رو انجام دادن و یک معامله تاریخی رو رسمی میکنن. به نظر من باز هم اگر 20 یا 30 سال دیگه بگذره تاریخ خیلی بهتر میتونه قضاوت کنه که کار محمد رضا شاه پهلوی کار درستی بود یا نه. یک نکته دیگه هم داخل پرانتز بگم، من خودم شخصا انتقادهای خیلی زیادی به محمد رضا شاه پهلوی وارد میدونم، از نحوه حکمرانیش تا انتخاب نزدیکانش و حتی انتخاب آینده سیاسیش. ولی اگر قرار باشه منصفانه کارهای مختلف رو بررسی بکنیم، مورد بحرین رو من ضعف پادشاه نمیدونم و یکی از مواردی میدونم که زیرکی کرد و انتخاب درستی انجام داد. اما همین انتخابی که ما میگیم انتخاب درستی بود، واقعا کار ساده ای هم نبود. اجازه بدید چند تا نکته بهتون بگم که قطعا تا قبل از این ماجرا نمیدونستید. اولین مورد اینه که چطور عربستان که بزرگ اعراب بود بی خیال این جزایر شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پادشاه قبل از اینکه جزایر رو اشغال بکنه عربستانیا رو یک گوشمالی ریز میکنه. چطوری؟ با حمله به جزیره عربی. جزیره فارسی را رفتیم، پیاده شدیم، گرفتیم. 12 مایل پایین‌تر جزیره عربی بود که از منصف خلیج فارس اون طرف‌تر بود و مال عربستان سعودی بود اون موقع، الان هم هست. و رفتیم اونجا با توپخانه زدیم، بعد پیاده شدیم، در حدود 100 نفر از سرباز عربستان سعودی اسیر کردیم. سال 36 ایرونی بود به نظرم، اون موقع من فرمانده ناوچه کیوان بود. حدود 100 نفر اسیر کردیم، عکس و ایناشو من داشتم، با این عکس گرفته بودم. متاسفانه بعد از یک سال شاه فقید رفتن به عربستان سعودی و حالا سیاست بود ایشون جزیره را پس دادن و روزی که ما می‌خواستیم جزیره را تخلیه کنیم سربازا گریه می‌کردن، ملمونا و حاضر نبودن تخلیه کنن. جزیره فارسی مال ما بوده مثل این که قبل از جنگ، قبل از جنگ دوم. ولی چون در زمان جنگ دوم نیروی دریای ایران به کلی از هم پاشیده شد و هیچ نوع فعالیتی نداشت، دیگه مطمئن نبودن که این جزیره هنوز خالیه یا اینکه اشغاله وسیله فرض کنید که از کشورهای عربی. ما رفتیم رو صبح زود و پیاده شدیم اونجا، دیدیم نه اشغال نیست و آنان یه پایگاه درست کرد، یه پاس حساب سربازخونه این ترتیب دادیم و سربازه ایرانی گذاشتیم، پرچم ایران هم بردیم. ساکن ایرانی بودن؟ هیچ ساکن اصلا نداره. نه ساکن نداره چون یه جزیره نه آب داره نه هیچ، فقط مثل نفت داره یا موقعیت جغرافی. جزیره عربی
توش یه تعدادی سربازای عربستان سعودی بودن که ما اینا رو خلع سلاح کردیم. البته فرمانده اون عملیات با تیمسار دریابان دریا سالار افخمی بود و اون موقع من فرمانده ناو پلنگ بودم. جزیره عربی سرباز توش بود، سربازاش خلع سلاح کردیم. البته افسری که حساب نیروی تفنگدار ما رو پیاده کرد ناخدا آهنین بود که اون رفت و با شیوه خودش اونا رو خلع سلاح کرد و فرستادیمشون رفت. سوار قایقشون کردیم گفتیم بریم مملکت. که البته بعد اونجا ما موندیم 15 روز محافظت میکردیم جزیره رو و بعد امری صادر شد از طرف عربستانی که پس بدیم جزیره رو. چه ما افرادمون رو برداشتیم که باید تخلیه کردیم و عربا رفتن. هیچ کس نمیدونه پادشاه ایران چه معامله‌ای با پادشاه عربستان کرده، ولی من با توجه به شواهدی که وجود داره فکر میکنم مستقیما پادشاه عربستان در مورد جزایر خودش با ایرانی ها معامله کرده، یک معامله ای که از لحاظ تاریخی خیلی خیلی به نفع ما شد. اما بریم سراغ اشغال این سه تا جزیره، یعنی همون ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. انقدری که فکر میکنید هم راحت نبوده. درسته حالا یکی دوتاش راحت بودا، ولی اشغال یکی از جزایر با وجود هماهنگی ها سه کشته برای ایران برمقام میاره. اما برای اینکه بدونید چرا این اتفاق میفته و این سه نفر کشته یا از نظر بعضی ها شهید میشن، این فایل صوتی رو گوش کنید. بعد سه تا جزیره استراتژیک تنب بزرگ و تنب کوچک ابو موسا بود. در اون موقع من معاون عملیاتی نیروی دریایی بودم که بلافاصله بعد از ریاست ستاد که ارگانایز کرده من معاون عملیاتی بودم. فرمانده قسمتی شدم که در دوتا تنب بایستی نیرو پیاده بشه. عطایی فرمانده اون موقع ناوگان بود و ابو موسا رفت. ابو موسا مسائل با صلح و صفا خاتمه پیدا کرد. روبوسی بود. برادر اون شیخ اومد و با عطایی و دست دادن و از این صحبت. قبلا من به عنوان معاون عملیاتی طرح دقیق پیاده شدن در این سه جزیره تهیه کرده بودم. ولی پس از اینکه صحبت این شد که قضیه با مسالمه باید انجام بشه، خب ما طرح رو عوض کردیم. ولی بازم اصول طرح میبایستی اجرا بشه. و ساعت 6 صبح روزی که الان تاریخش درست یادم نیست، من فرمانده چندین کشتی و تعدادی هاورکرافت و هلیکوپتر تفنگدارای دریایی را من پیاده کردم در جزیره. قبلا در بندر عباس، در کوههای اطراف بندر عباس که شبیه ابو موسا و تم بود، همه نوع تمرین ها را ما کرده بود. 6 صبح اول وقتی پیاده شدن هلیکوپترهای ما بلند شدن و برگه های ریختن که تسلیم بشن، برای اینکه در مقابل یه نیروی خیلی سوپریور کاری نمیتونن بکنن. مدافعان تعدادی شرطه های رسول خیمه بودن. سربازه ما شروع کردن به جلو رفتن و متاسفانه بی احتیاطی میکنن. یعنی بی احتیاطی هم تقصیر سرباز نبود، تقصیر افسرشون. اصول پیاده شدن نیروها، پیاده کردن نیروی اصولی داره که قد خیلی چیز ظریفه و قدم به قدم هم از اینکه کوچیک یا بزرگ باشه باید رعایت بشه. که از قبیل اینکه نیروی پیاده شنده با ناو سرفرمانده در ارتباط باشه، پشتیبانی توپخانه دریایی هر آن به آن بتونه عملی بشه، از این مسائل. متاسفانه در اون موقع بازم دریاباد رسایی به جای اینکه یک افسر لایق و فرمانده نیروی پیاده شنده بذاره، یه سرهنگ سلطنتی بود مال ضد اطلاعات. با ایشون بالاخره یه تفاهمی دو هم داشتن در مورد مسائل مالی و اینا. نتیجتا این شه چون سرنگ سلطی، چون رستش مهندسی بود و نمیتونست سرتیب بشه، محل نبود، ایشونو گذاشتن فرمانده نیروی پیاده شونده که اصلا اطلاعی از مسائل نداشت، برای اینکه بعدن گزارش بشه که در عملیات نظامی بوده، فرمانده بوده، جزیره رو گرفته، ایشون بتونن سرتیب بشن. نتیجتا ایشون هم دستورات اصلا بلد، شاید دستورات نخونده بود، اصلا دستورات عملیاتی که ما داده بودیم. و این سربازا مثل اینکه دارن تفریح میرن، تفنگا رو روشونشون گذاشتن، اون رو افتادن طرف شورت خونه. نتیجتا از شورت از رسول خمه دستور مقاومت میدن. اینا شروع میکنن با تفنگای اتوماتیک و مسلسل تیراندازی کردن و متاسفانه ما اونجا به نظرم سه نفر کشته ده. یکی سروان سوزنی بودی، شب قبل اومد رو ناو پیش من، مثل اینکه بهش الهام شده بود میمیره. گفت که شما کی ما رو تخلیه میکنی از این جزیره؟ گفتم سر دو ماه. گفت قبلا هم ما تو این جزایر بودیم، هی به ما گفتن دو ماه و ماها طول کشه. گفتم نه، حرف من همونیست که سر دو ماه مطمئن. بعد ایشون بازم اون. گفتم خب بازم اشکالی هست، چیزی هست. ساکت بود.
هیچ نبود، همونطور ساکت خبر داریست. بالاخره رفت، شب تا صبح مثل این که نماز میخونده اینا و صبح شهید شد. جلو چشمم بود، من در 600 یاردی بودم و اول رو زانو افتاد و بعد دراز شد دیگه روز. البته ما میتونستیم اون شورت خونه رو دودش بدیم با توپخانه، پوینت بلانک خط مستقیم، ولی نمیتونستیم برای اینکه این نیروی پیاده شونده رعایت نکرده بود، همینطوری راه افتاده بود رفته بود، در حالی که این تاکتیک داره، تاکتیک های نیروی زمینی و تفنگدار دریایی باید به کار در این پیش رفت. حتی ولیعهد شارژه با شیرینی از نیروهای ایرانی پذیرایی کرد. ناگهان دیدیم که مأمورای ایرانی مشغول پچ‌پچ هایی هستن. اما در تنب بزرگ نیروهای ایرانی نه با گل و شیرینی بلکه با آتش اسلحه مورد استقبال قرار گرفتند. فهمیدیم که حال محسی خرابه. 4 نفر در درگیری ها کشته شدند. 2 روز بعد در حالی که کنترل جزایر سگانه سرانجام به دست ایرانی ها افتاده بود، امارات متحده عربی به عنوان کشوری جدید رسما اعلام وجود نمود. تا اینجا همه اتفاقایی که براتون توضیح دادم مربوط به گذشته بود. اما از اینجا به بعد یکم ماجرا عوض میشه. من توی چند تا ویدئوی قبل گفته بودم که سیگنال هایی گرفتم که ممکنه آمریکا این جزایر رو اشغال بکنه و برای همیشه از ایران بگیرتش. طبق معمول بعضیام شروع کردن به مسخره کردن که بابا چی میزنی، پیکنیکو خاموش کن، فکر کن که آمریکا بتونه و از این حرفا، یا کلی کامنت دیگه. و طبق معمولم بعضیا با این کامنت ها مورد عنایت قرار دادن و احساس میکردن که من دارم اشتباه میکنم و خودم هم امیدوارم که اشتباه بکنم. یعنی چیزی نیست که من دوست داشته باشم 3 تیکه مهم از خاک من گرفته بشه، ولی من به عنوان یه نفری که دارم تحقیق میکنم، محققم و حالا یکم بیشتر مطالعه میکنم، دارم یک سیگنال خطرناک میدم. امیدوارم که البته این هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی بیاییم با همدیگه بررسی کنیم چرا من همچین ادعایی میکنم. شورایی وجود داره به اسم شورای همکاری کشورهای عرب خلیج، یا چیزی که ما بهشون میگیم کشورهای عرب خلیج فارس، ولی خب خودشون خلیج صداش میکنن. همیشه یکی از بیانیه‌های مهم این شورا حق حاکمیت امارات روی این 3 جزیره بود و ایران هم همیشه محکوم میکرد و خیلی اهمیت نمیداد دیگه، میگفت یه سری عربن دارن یه چیزی میگن مهم نیستش. شکایتی هم که امارات از ایران کرده بود توی سازمان ملل خیلی روش بررسی نمیکردن و پرونده مسکوت مونده بود. اما الان ماجرا داره عوض میشه. چطور؟ به خاطر اینکه هم چین، هم روسیه و هم آمریکا از حق امارات روی این 3 جزیره دفاع کردن. حالا آمریکا و ایران که کارد و پنیرن و خب مثلا انتظار دیگه ای نداشتیم، ولی چین و روسیه چی؟ دوستان ارزشی اینجا نظری ندارن. فکر میکنید مثلا روزها اشتباهی یک بیانیه دادن یا گول خوردن یا مثلا منظوری نداشتن؟ یا چین که برای هر اتفاقی برنامه ریزی قبلی داره، فکر میکنید همینجوری کاملا اتفاقی رفته و توی این بیانیه پشت امارات رو گرفته؟ یعنی واقعا اینقدر ساده اید شما؟ حالا وقتی که 3 قدرت بزرگ جهانی اراده میکنن که این جزایر به امارات برسه، باید منتظر یک اتفاق باشیم تا ببینیم چطوری صحنه ماجرا میخواد عوض بشه. این اتفاق چی میتونه باشه؟ برای مثال یه جنگ بین ایران و آمریکا روی کشتی‌های تجاری. مثلا ایران مزاحمتی برای کشتی‌های تجاری به وجود بیاره یا به یکی از ناوها یک حمله کوچیک بکنه، یا یکی از قایق‌های تندرو یه اتفاقی براش بیفته، یا دوباره یک مین سرگردان توی خلیج فارس یک اتفاق بزرگ رو به وجود بیاره، و همه اینها میتونه اون کبریتی باشه که میفته روی انبار بارود. به نظر من اصلا دلیلی که USS باتان و USS کارتل هال به خلیج فارس اومدن همین اتفاقه. این دوتا ناو مخصوص عملیات‌های دوگانه آبی و خاکی هستن. قطعا آمریکایی‌ها نمیان توی بندر عباس یک عملیات آبی خاکی انجام بدن، و اگر بخوان عملیاتی انجام بدن روی همین جزایر سگانه و مخصوصاً ابو موسا خواهد بود. در ساید داخلی هم افرادی مثل پریسا نصرآبادی و علی علیزاده که خب هممون میشناسیم چجور آدم هایی، به شدت دارن این ارزشی ها رو باد میکنن که شما قدرتتون خیلی خفنه، شما F-35 راحت میتونید بزنید، ناوای آمریکایی رو میتونید بزنید، اصلا اونای سیپلن
و اصلا نترسید خلیج فارس رو ببندید، تنگه هرمز رو ببندید، نفت گرون میشه. از این ماجراهایی که واقعا هر مرغ پخته‌ای که یه ذره کتاب خونده باشه خندش میگیره. مطمئنم 5 یا 10 سال دیگه ماجرای علی علیزاده هم برای همه مشخص میشه که این آدم از کجا آب میخورد و با این مواضعی که میگیره به کجا داره خدمت میکنه. بهتون قول میدم اگر آمریکایی‌ها جزایر سگانه رو بگیرن به هیچ وجه دیگه به ما پسش نمیدن، به خاطر اینکه همون موقع هم که راضی شدن این جزایر رو به ایران بدن به نظر من یک اشتباه استراتژیک انجام دادن، به خاطر اینکه یک قدرت منطقه‌ای رو روی خلیج فارس مسلط کردن، اشتباهی که احتمالاً دیگه تکرارش نمی‌کنن. اما حالا با وجود همه این تحلیلا چرا آمریکا پس میاد پولای ایران آزاد می‌کنه؟ چرا مثلا این کارو زودتر انجام نمیده؟ چرا به ایران باج میده؟ جوابش در جنگ بین روسیه و اوکراینه. درگیری ایران و آمریکا موضع آمریکایی‌ها رو برای اوکراین تضعیف می‌کنه و کارت برنده‌ای به روس‌ها میده، چیزی که روس‌ها خیلی دوست دارن اتفاق بیفته و آمریکایی‌ها دارن این ماجرا رو مدیریت می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی با آزاد کردن بخشی از پول‌هامون یا یه سری امتیازات کمک می‌کنن که جمهوری اسلامی نفس بکشه تا یه موقع تحت فشار حرکت بی بازگشتی انجام نده. البته این اتفاق در نهایت می‌افته، ولی الان تا زمانی که تکلیف پوتین مشخص نشده آمریکایی‌ها این ماجرا رو شروع نمی‌کنن. برای اون دوستانی که فکر میکنن برای روسیه و چین ایران خیلی مهمه، مطمئن باشید اعراب ارزش خیلی بیشتری برای چین و روسیه دارن تا ایران، به خاطر اینکه هم تحریم نیستن هم منافع اقتصادی بیشتری میتونن برای این دوتا کشور ابرقدرت برآورده کنن. سعی میکنم توی ویدئوی مفصل بهتون ثابت کنم که برای چینی‌ها اعراب خیلی خیلی مهمتر از ایرانیان و در طرف مقابلم برای روس‌ها اسرائیلیا خیلی مهمتر از ایرانیان. نظر شما چیه؟ آمریکایی‌ها میتونن جزایر رو از ایران بگیرن یا فکر میکنید تحلیل من کلن اشتباهه؟ خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو اینجا کامنت کنید و منتظر تاریخ بمونیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته و در نهایت کد تنکیه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. لطفاً فراموش نکنید حتما این ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بنویسید و اگر تا الان سابسکرایب نکردید اون دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنید. دو تا ویدئوی بعدی بهتون پیشنهاد میشه که بهتون پیشنهاد میکنم اونها رو هم حتما ببینید. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.